داوران وطن آباد ول غواړي پخپل مټو جوړول غواړي دا نفرتونو چرني ختم چشي دا محبت تو خم کرل غواړي اوس مو ګټلې نظامي جګړه دا اقتصادي جګړه ګټل غواړي کړو بابا زخمي زخمي وطن هیواد لا نور هم مختتل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم من وطنان عزیز سلام بر شما امید است که خوب و صحتمند باشین بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم گزارش به شما شب گذشته ما نشر کردیم از قرارداد به ارزش 4 میلیارد افغانی در قسمت تولید برق ساخت سرک ها و همچنان ساخت ساختمان ها به بین وزارت خانه ها و شرکت برشنا که خوشبختانه در این امضای این قرارداد ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا نیز حضور داشتند و بعضی از مقامات کابینه امارت اسلامی افغانستان امروز یک خبر خوش دیگری نیست که در راه است و خوشبختانه که یکی از بزرگترین تولید کننده سیخ و گل و همچنان آهن گادر در افغانستان فاز دوم خوده و همچنان تهداب گذاری فاز سوم را در ولسوالی شکردره گذاشتند. خوشبختانه که در این مراسم افتتاحیه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و همچنان مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان، صنعتکاران و بعضی از تجاران ملی نیز حضور داشتند. این هم یک خبر بسیار خوش و بسیار عالی در قسمت رشد اقتصادی در کشور عزیز ما افغانستان است. مسئولین این ملت استیل میگویند که ما در این فازهای دوم و سوم تقریبا در حدود 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که این یک ارقام بسیار بزرگ خصوصا در این زمان است بخاطر از اینکه در این فازهای اول در فاز دوم و فاز سوم که انشاءالله تهداب گذاری شده بیشترین از جوانان ما میتونن که مصروف کاربار شوند شما هم جریان برگزاری این افتتاحیه را تماشا بکنین و همچنانی که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در این مراسم چه سخنرانی کرده سخنرانی را نیز تماشا بکنین بازم با ما باشید فاز دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت استیل افتتاح گردید. فاز دوم سیخ گل و فاز سوم تولید آهن کادر فابریکه ذوب آهن ملت استیل امروز 5 ماه حمل سال 1403 خورشیدی طی مراسم خاص از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح گردیدند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح این فازها و آغاز فعالیت آن را در پیشرفت و ترقی سکتور صنعت مهم خوانده. که با پیشرفت سکتور صنعت توسعه اقتصادی در کشور به میان خواهد آمد. محترم ملا صاحب به مسئولین فابریکه های ذوب آهن اطمینان داد که امارت اسلامی برای تأمین برق دائمی فابریکه های صنعتی تلاش می کند و به همین منظور امروز علاوه بر پروژه های دیگر جهت افزایش سطح تولید برق داخلی قرارداد تولید حدود 23 مگاوات برق را در ولسوالی سروبی کابل با سکتور خصوصی
خصوصی به امضا رسید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء به مسئولین فابریکه های ذوب آهن خاطرنشان ساخت که جهت تامین مواد خام در داخل کشور امارت اسلامی قرارداد 4 بلاک معدن آهن هرات را از طریق داوطلبی به شرکت های داخلی و خارجی امضا نموده تا در آینده فابریکه های ذوب آهن با کمبود مواد خام روبرو نشوند. محترم ملا صاحب در مورد حمایت از سکتور صنعت گفت که امارت اسلامی تعرفه را بالای آن دست تولیدات بلند نموده که در داخل کشور تولید و نیازهای هموطنان را تامین می کنند. وی از تمام ادارات دولتی و شهروندان خواست که جهت تامین نیاز خود از تولیدات داخلی استفاده کنند، حتی اگر کیفیت آن از 10-15% کمتر از تولیدات خارجی باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در پایان سخنان خود از همه صنعتکاران و سرمایه گذاران خواست تا در سکتورهای مهمی که امروز ما شاهد افتتاح آن هستیم سرمایه گذاری کنند و از این طریق مسئولیت خود را در پیشرفت و خودکفایی کشور ایفا نمایند. در فازهای دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت استیل که روزانه ظرفیت تولید صدها تن سیخ گل و آهن گادر را دارند و برای 2000 از هموطنان ما فرصتهای کاری نیز مهیا می سازد. شوی دوینو ویالی وچی شوی بحر لسم بد حالا شیرا جوڑ با ای وطنا بی مثال او بی سیالا لخطی زدر لوی دیزای لجنوب تر شمالا شیرا جوڑ با ای وطنا بی مثال او بی سیالا شل کلن زخمونا دیر دی در ملنائی وخواڑی شل کلن زخمونا دیر دی در ملنائی وخواڑی وکمنان ورد چمتو دی مخبت دی تیم خوشالا شیر جوڑ با ای وطنا بی مثال او بی سیالا لخطی زدر لوی دیزای لجنوب در شمالا شیر جوڑ با ای وطنا بی مثال او بی سیالا لخطی زدر لوی دیزای لجنوب در شمالا در اسپنی ویلی کولو فابریکا تانیدو چه داده هیواد ده صناعت ده پرمختگ پرلور یو بل مهم گام بی لکه څنګه چې څرګنده ده صناعت په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره د ملا د کې حیثیت لري. هر هغه هیواد چې د اقتصاد په برخه کې په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي، هرګي چې د صناعت په سکتور کې کورني او بهرني پانګونې ته زمینه برابره کړي. د همدې موضوع د اهمیت په درک کولو سره اسلامي امارت هم صناعت ته د بستر اوارولو په مخه کورنۍ او بهرني پانګونو ته زمینه برابره کړې او د صناعت کارانو بشپړ ملاتړ یې کړی. د اسلامي امارت او خصوصي سکتور ترمنځ د صناعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ لپاره دوامدارې ناستې ترسره شوي دي. په دغه ناستو کې د نورو پریکړو تر څنګ ټولې عمارتي ادارې مکلفې شوي دي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه خریداري او تدارکاتي پروسو کې د کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو په نسبت له 10-15% ټیټ دي، د دې تر څنګ اسلامي عمارت پر لسګونو قلمه هغو وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده چې په کور دننه تولیدیږي. یعنې هغه تولیدات چې په داخل کې کیږي د بهره چې هغه کسان تولیدات رواردیږي، الحمدلله پر هغه باندې موږ خپلو ادارو سره د ګمرکاتو او د مالیې د وزارت د نورو اړوند او ځیرک وزارتو سره مو دا هدایت کړی دی چې باید تعرفه پر هغو باندې لوړه شي چې زموږ د کومو تولیداتو چې په داخل کې تولیدیږي د هغو ارزښت او د هغو
رستوخ په خپل ملک پیدا شي. همدارنګه د صنعت پرمختګ لپاره د اسلامي عمارت بل مهم ګام دا و چې تولیدي فابریکو ته برېښنا برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د افغانستان د کورنۍ برېښنا د تولید کچه کمه ده او د خپلې اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه واردوي. د کورنۍ برېښنا د تولید د کچې لوړولو په موخه همدا نن ورځ د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میګاواټه برېښنا د تولید قرارداد له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړ. ما سوا له دې څخه هم په نورو ځایو کې الحمدلله زموږ کارونه روان دي. د برق ضرورت لکه څنګه چې موږ نن وینو، د بل هېڅ داسې ضرورت موږ نشته لکه د برق. په کودننه د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د خامو موادو د برابرولو په مخه اسلامي عمارت د هرات ولایت د اوسپنې کان 4 بلاکونه د داوطلبۍ له لارې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکړل، تر څو په راتلونکي کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د خامو موادو له کمښت سره مخ نشي. موږ ډاډ ورکوو د دغه فابریکې خاوند محترم نوم نه یادیږي. انشاءالله موږ به هغه قراردادونه چې مو د چا سره کړي دي د اوسپنې په برابر د قانونو په هکله، هغه به انشاءالله د دوی د دغه څخه د دغه قانون د استخراج سره مستفید کیږي. هغه به راځي په دغه ځای کې بیا دوی انشاءالله خپل په فابریکو کې ویلیږي. په پای کې د هېواد په اقتصادي برخه کې د یو مسؤل په صفت له ټولو صنعتکارانو او پانګوالو څخه غواړم چې د هېواد دننه په داسې مهمو سکتورونو کې لکه دانن یې چې پرانیسته کوو پانګونه وکړي او یا مو پرانیسته وکړه. الحمدلله موږ ورغلو دا د ده چې کومه کارکردګي کړې ده، دا یې کنن د ډېر ستایلي وړ ده، د ډېر غټ کار کړی دي. خدای پاک یې زموږ نورو تجارانو وروڼو صنعتکارانو ته ټولو توانو توفیق ورکړي چې په دې کې رقابت سره وکړي، یو تر بل مخکې کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ایزان جهان، سپاس تا این دم با ما بودین. شما هم جریان افتتاح و همچنان سخنرانی معاون اقتصادی رئیس الوزرا را تماشا کردین و همچنان ملا عبدالغنی برادر تاکیدش بر این بود که ما کوشش میکنیم که تولیدات افغانستان بیرون از کشور صادر شود تا باشد که این صنعتکارا و این فابریکه های بزرگ تولید سیخ و گل در افغانستان با رکود اقتصادی مواجه نشود و بتانند امو محصولات خود به فروش برسانند. به می اساس مسئولین این ملت استیل نیست به هموطنان ما اطمینان دادند از کیفیت و همچنان از آغاز تهداب گذاری فاز سیوم این فابریکه که خوشبختانه این کارهای مؤثر مفید به خاطر رشد اقتصادی کشور ما بالخصوص در قسمت ایجاد زمینه کار فرصتهای بیشتر کاری برای جوانان عزیز افغانستان بسیار مفید و مثمر واقع میشه. امید است که همچو کارها در افغانستان بیشتر شود تا باشد که ما برویم به طرف رشد اقتصادی در افغانستان عزیز. امید که ما را هم از دعاهای خوب و نیکتان فراموش نکنین. تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم، شما را به الله پاک بینیاز می سپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.